افغانستان در 100 سال پسین. در این بخش از برنامه مهمانان من در استودیو آقای جارلا منصوری عضو پیشین کابینه و استاد دانشگاه و همچنان خانم شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ هستند. سلام بر شما مهمانان عزیز، خیلی خوش آمده. دارم مهمانان تخرغلاس و یو خغلای منصوری بسته است سر پلو د جمهوریت په پیلامه موږ دې بخش کې غږیږو. همداشان د داود خان د واکمنۍ پر څرنګوالي د ده واک ته رسېدل په څه شان شرایطو کې فکر کوئ چې رامنځته شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما با استفاده از فرصت فرارسیدن بهار سال 1400، آخرین سال قرن 14 را به شما و از طریق شما به کافه ملت افغانستان ستم کشیده و رنج دیده و تشنه صلح تبریک و تهنیت عرض می کنم و با خانم بارکزی هم سلام عرض سلام و احترام دارم و دعا می کنم که خداوند بهار طبیعت را یک جا با بهار صلح و افغانستان بیاره. به قدرت رسیدن داود خان، البته اگر یک قدم پس بگردیم، قبل از به قدرت رسیدن داود خان، قرن 14 یک قرنی بود که واقعا چهره زمین را طوری دیگرگون ساخت که هیچ قرن قابل مقایسه با قرن 14 نیست. اما قرن 14 با جهان چه کرد و با افغانستان چه کرد؟ یک در چند جمله میخوایم بگویم که قرن 14 زمانی که البته با متفاوت چند سالی که از 1279 تا 1379، اگر قرن 14 را به اساس چیز میلادی بگیریم، میبینیم که در دنیا چه تحولاتی آمد و رهبران جهانی مثل جف کندی و رهبران مشهوری که دیگر در دنیا بودن چه دستاوردهایی داشتن در سیاست، در موسیقی، در هنر، در تکنولوژی، در علوم، در فنون، که واقعا میبینیم که چهره دنیا تغییر کرد، چهره زمین دگرگون شد. اما در افغانستان میبینیم که قرن 1400 به ما چی کرد؟ بزرگترین دستاورد قرن 1400 برای ما کسب استقلال است. کسب استقلالی که متاسفانه همراه با شورش بود. امان الله خان پادشاه جوان ما با یک دیدی توسعه طلبانه، با یک دیدی پیشرفتگرایانه وارد صحنه میشد و بعد از کسب استقلال میخواه اصلاحاتی را بیاره. اصلاحات به مقاومت مواجه میشه، البته اصلاحاتی که توأم با رادیکالیزم بوده و میبینیم که بلاخان کلکانی شورش میکنه. نادرشاه میایه، گپی دیگه قرن 14 برای ما است که به قدرت رسیدن آل یحیی است که نادرخان میایه و نادرخان اشتباهات نی بلکه همو نقاط یا مواردی را که امان الله خان روی دست گرفته بود مردم با او مقاومت کرد، به عنوان یک فرمول محبوبیت مردمی استفاده میکنه، او چیزها را کلش ریورس میکنه و بالاخره خودش به قدرت میرسه. میایم به بعد از اینکه دهه دموکراسی، اگر بگویم که دومین دستاورد قرن به افغانستان دهه دموکراسی است و در دهه دموکراسی میبینیم که 4 تا صدر اعظمی که پیشتر هم مهمان دیگه ما دکتر سیب یوسف، هاشم میمدمال، دکتر موسی شفیق، اینا بودن که در دهه دموکراسی واقعا زمینه را برابر کردن و زحماتی به شایبه کشیدن. اما داود خان وقتی که در 1953 میلادی داود خان صدر اعظم میشه و امور به دست میگیره، طرحهایی می داشته باشه برای اصلاحات در همه عرصه ها. داود خان وقتی که به قدرت رسید، ریشه ای طرحهایی که داود خان داشت، نقشه هایی که داود خان داشت از زمانی میگیره که او صدر اعظم بود. اما متاسفانه چیزی که داود خان یک مقدار اقدامند می سازه و وادار می سازه که دست به اقدامات بزنه، همی تنش های فامیلی بود. داود خان بعد از استعفا در داخل خانواده سلطنتی واقعا به تحقیر و توهین و بسیار مسائل مواجه میشه که بالاخره زمانی که داود خان کودتا میکنه، کودتای داود خان حمایت میگیره یا از کسانی در این کودتا کمک میخواه که پس همو کسا منجر به این میشه که خود داود خان به شهادت برسانن. البته یک بودی که همیشه داود خان رنج میداد، امو بودی عقده است که در زمان استعفایش از تنش های خانوادگی دیده. بله، تشکر. خانم بارکزی، از شما میخوایم که بپرسیم زمانی که تحول نظام در افغانستان رونما شد، از پادشاهی، از شاهی رفتیم به طرف جمهوریت، چه چیزی را بر مردم رقم زد این جمهوریت؟ سلام و سلامتی خدمت شما و
امیدوار هستم سده 1400 بهترین ها را برای سرزمین و وطن زیبای ارمغان بیاره. همچنان با میهمان شما و رویده های عزیز هم امیدوار هستم که خوشی و سعادت جای خود در افغانستان دریابه و نفاق و نفرت از ذهن و دل مردم افغانستان برچیده شود. در رابطه به سوالی که آنچه که جمهوریت در افغانستان برقرار کرد، هیچ کشور در مخالفت با تحولات سیاسی جهان نمیتونه سیستم داخلی خود همچنان ادامه بده، اما مخصوصا بر اساس مقتضیاتی که آنچه که در داخل هم بهش ضرورت است. به باور ما، هرچند که مردم افغانستان با نظام شاهی و شاهی مشروطه عادت کرده بودند و بحث جمهوریت در او زمان کمی بالاتر از این بود که برشان براحتی عزم شود و بحث مالوندار حقوق اساسیت با که مطرح بود، او هم به عنوان یکی از بحث های بود که یک بخش عمده از مردم او درک میکردن و یک بخشی هم نه. همچنانه که در رابطه به هر نظام میتوند دو نظر مثبت و منفی باشه، در رابطه به جاگزین شدن نظام جمهوریت به نسبت به نظام شاهی هم شاهی مشروطه، من فکر میکنم نظریات متفاوت است. یک گروه به این دلیل هستن مخصوصا مورخین که خب اما نظام شاهی مشروطه با توجه به اصلاحات که آورده بودن و دهه دموکراسی و غیره چیزایی که داشت میتونست زمینه را برای پیشرفت و ترقی افغانستان مساعد کنه، به دلیل اینکه همو فضا همو جو و همو مردم و سیستم عادت کرده بودن. اما اونهایی که طرفدار نظام جمهوریت بودن معلوم دار است وقتی طرح اصلاحات اراضی بیرون آمد، وقتی طرح ملی سازی با آزادرس داوود خان بیرون آمد، وقتی طرحهای انکشافی در سطح افغانستان و آزادی های اجتماعی مردم و رفتن به طرف آنچه که حاکمیت مردم هست نسبت به یک حاکمیت و یا هم سلطه خانوادگی، مورد استقبال روشنفکرهای افغانستان قرار گرفت. اما بیشتر به اون روشنفکرها برچسب افکار چپگرایانه داده میشه تا راست کرده. در ضمن فراموش نکنیم که داوودخان با تکنولوژی و پلانی که برای افغانستان داشت، نوعی از باب دشمنی که از قبل هم در دوره سفارتش با پاکستان در تضاد بود، این شعله تضاد با گذشت زمان شعله‌ورتر میشه. همچنان داوودخان و شکلی از اشکال رابطه بسیار نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی وقت داشت که هم بعضی حساسیت ها را با وجود آورد، اما رابطهش با آمریکا و ایران هم رابطه نیک و خوبی بوده. صحیح شما ته متاثر او ګرځو اغلی بارکزی خاغله منصوریه ما غوښتنه چې اغلی بارکزی جواب کړه د نظام د سیستم یو تغییر راغی له شاهین جمهوریت ته، فکر کوم څه شانه یو تغییر وو؟ تغییرات ما پیشترم برای شما گفتم، طبعا آمدن جمهوریت یک تغییر کلان، یک تغییر بزرگ بود و امیدواری های در قبال داشت. مردم در اون زمان امیدوار بودند که با آمدن جمهوریت حقوق اتباع، حق رأی، حق تعلیم، حق صحت، تمام حقوق نهاده نمیشه و ما میریم به طرفی ازی که ملت به پا ایستاده شوه. البته بخوایم نخوایم سنت سلطنت یا سنت نظام های شاهی است که ملت به نوعی از انواع در محرومیت ها نگاه داشته می شوند، اما نظام جمهوریت، تقاضای نظام جمهوریت یا مقتضایات نظام جمهوریت که در اون زمان هم بود ای است که ملت باید توانمند شود، سطح فکری، سطح اقتصادی و سطح معیشتی و سطح علمی و علوم و فنون، همه ای گپا به توانمندی و به قدرت شدن ملت به انجامه. بدن وقتی که داوود خان می آید، داوود خان این امیدواری ها را بار می آید. اما داوود خان اگر در یک جدول مقایسه ببینیم که داوود خان، یکی خو دستاوردهای داوود خان شاید برای خود داوود خان می که آلی کودتای داوود خان به نقد هم گرفته میشه، گفته میشه کاش داوود خان کودتا نمیکرد. اما خب تاریخ است، تاریخ بالاخره قضاوت خود، حالا قضاوت ما میکنیم، شاید بعد 10 سال 20 سال بعد مردم در حق ما یا در قرن آخر قرن 15 باز مردم در حق ما قضاوت بکنن، در حق نظامایی که قضاوت بکنن. یکی داوود خان کودتای بدون خونریزی شد، هیچ خونی ریخته نشد و کودتا موفق شد، یک موضوعی بود. یک دستاورد، دستاورد دیگه ای بود که داوود خان یک آدمی با پشتکار بود. واقعا آمد مسئله پشتونستان یا داوود خان افغانستان یک جغرافیای تجزیه ناپذیر میدانست.
ولی مسئله خط دیورند سر ازو استاد بود، سر پشتونستان استاد بود، اما داوود خان با یک سیاست بسیار خیردمندانه میخواست از یک امتیاز بگیره، مثلا وصل کردن افغانستان به بحر یکی از برنامه های داوود خان بود که گری موفق میشد. اما همزمان چیزایی که در اینجا جلوی تغییرات میگیره، جلوی تغییرات مثبت میگیره، جلوی برآورده ساز شدن آمال و آرمان های داوود خان و ملت میگیره، این است که داوود خان یک دم از شوروی دوستی و شوروی خواهی میره به طرف غرب، دوستی با غرب و با امریکا، و میبینیم که بالاخره شوروی ها وقتی که از این چیز میشن احساس خطر میکنن یا نمیخواین، میبینیم که احزاب چپی را شوروی ها در داخل حمایت میکنن و بالاخره منجر به این میشه که کسایی که داوود خان حمایت کرده بودند بالاخره پس به نابودی یا خدای ببخشید داوود خان به شهادت میرسانند. بنان اگر یک در این جدول مقایسه ببینیم، شکی نیست که بعضی اشتباهاتی که از داوود خان شده بود جبران احسانی بود که باید به با کسایی که را حمایت کردن میکرد. درست. اما اون طرف در سیاست خارجی هم یک نوع عمل کرد داوود خان که تشکر. از داخل و از نفوذ شوروی و از نفوذ شوروی در داخل افغانستان بی خبر ماند و بالاخره منجر به این شد که شکی نیست که با دستاوردهایی هم که هنوز یا در بخش توسعه و انکشاف هنوز هم چیزی که ما داریم برکت امو برنامه ها و نقشه های سردار داوود شهید است. بله تشکر. خانم بارگزای از شما میخوایم بپرسم در بحث جمهوریت سوال آمده در مورد حقوق اتباز به ویژه زنان، شرایط بر زنان را شما در دوره سردار محمد داوود خان چگونه تعریف میکنین؟ ظاهران پختن یوان قصد لکی داشت بیاتی پختن او که بله خانم برگزای اگر سوالای مرا دارین در بحث جمهوریت ما پرسیدم که سوال امده در مورد حقوق اتباع است، شرایط شما بر زنان در دوره سردار محمد داوود خان چگونه تعریف میکنین؟ زنده باشید. ببخشید ما اول رابطه ایم کاملا قطع بود، صدا را نمیشنیدم از استودیو. در رابطه با حقوق زنان معلومدار است که در دوره جمهوریت وقتی که بحث از جمهوریت میشه و بحث از داشتن قوانین جدید میشه که اتباعی افغانستان همیش چی اهم از زن و مرد، آندار یک دوره شگوفایی بر مردم هست. به دلیل از اینکه تغییراتی که در او دوره میایه و البته قبل از او در دوره در دهه دموکراسی میایه، حضور زنان در کابینه قبل از او بعد از او هم میتونه به عنوان یک نقطه عطف باشه، اما فعالیت های سیاسی زنان در دوره جمهوریت بدون شک به مراتب بیشتر از هر دوره دیگه بوده. به دلیل اینکه شما میبینید که احزاب چپگرایی که در او زمان شکل گرفت و آزادی فعالیت پیدا کردن جدا به عنوان در سطح رهبری از او احزاب وجود داشتن و حضور داشتن. همچنان فراموش نکنید وقتی که اجباری شدن تعلیم و تحصیل هم مطرح میشه، در حقیقت یک قدم جلوتر یا فضا را برابر میسازه به اینکه تمام مردم مخصوصا زنان هم بتونن از نعمت سواد بهرمند باشند. اما این خواستها و توقعها با هنجارهای داخلی سرزمین ما کم و بیش در تضاد قرار میگیره، همچنانی که امروز است. به دلیل از اینکه افکار عامه در بسا موارد بسیار محدود است، مخصوصا در قسمت باسوادسازی زنان، آنچنانی که باید افکار عامه مطابق دین اسلام تربیت شود و گفته شود که آموختن علم بر همه فرض است، جز فرایض است، متاسفانه وجود نداره. بیشتر نسبت به زنان دین متفاوت تر است. اما در هر حال ما فکر میکنم دوره که آدم گفته بتانه که زنان به تهجر رفتن اصلا اوتو نبود، اما پیامدهایی که این جمهوریت تا امروز داره من فکر میکنم یک بخشش ارتباط میگیره با آنچه که دستاوردهای به نام زنان یاد میشن، یک قشری که صدای خود تانستن بکشن، فعالیت های سیاسی را تانستن ادامه بتن، در بخش اقتصادی سهیم باشن و همچنان در بحث صنعت و پایداری فرهنگ جایگاه مشخص خود داشته. اغلب برای اگزه که در 1315 در نمونی شکل مثبت الخونه داوود خان واکمنه ای پر بحثو کو فکر کوئی چه بود؟ از فکر کوم چې په هغه کې ډېر مثبت ټکې وي. په هغه قدم کې چې څنګه د شاهي نه جمهوري ته لاړ، طبیعي ده چې د جمهوریت موضوع هغه د ولسواکي ده، څه چې د خلکو رایه ده، څه چې حق غواړي، چې دا خپله په خپل نفس کې په خپل ذات کې په سیاسي تعریف کې یو مثبت بدلون و. دویم قدم کې
کومی برنامه چی اعلان کړل تاسو هیر نه کېد تر نن پورې هم هغه انکشافي برنامه مثلا افغانستان د اوبو بحر چې ځکه چې هینه په هغه وخت کې یعنی 50 کاله مخکې لنن افغانستان دې ته لیواله او خپل بندونه جوړ کړي او په دې باندې پوښتنه چې په افغانستان کې د بندونو جوړول سربیره پر دې چې ملي ګټې لري اقتصادي ګټې هم ډېرې دي او یو وخت د اوبو په سر باندې په جنګونه کېږي د منابعو نه استخراج کول زه فکر کوم چې دا خپله ملي سرمایه اعلانول او ملي برنامې د صنعت ته پاملرنه کول اقتصاد او تجارت ته پاملرنه کول او سیاسي اصلاحات بله تشکر خانم بارگزای دوباره به شما برمیگردم آقای منصور از شما میخوایم بپرسم که شما موافق هستین با نکات خیلی مثبت را که دوره سردار محمد داود خان برای افغانستان رقم خورد که لاقل حفظم نتانست شد و که چالش هایم در قسمت حکومت داری بود نکات مثبتی را که خانم بارگزای به شمارش گرفتن شکی نیست که همه ملت افغانستان با او موافق است بله. اما نکات بارزتری مثبت داود خان ای بود که سیاست بی‌طرفی را کنار گذاشت به خاطر اینکه سیاست بی‌طرفی سیاستی است که هیچ جای را به جای هیچ کسی را به جای نمی‌رسانه یک موضوعیه گپی دیگه است که داوود خان حق اتباع یا حقوق زن و مرد در برابر قانون یکسان است این از دستاوردهای نظام جمهوریت داوود خان است در موضوع دیگه است که داوود خان از بعد توسعه و انکشاف افغانستان را به مطالعه گرفت و خوب میدانست داشته های افغانستان خوب میدانست و میدانست که افغانستان زمانی که از داشته های خود استفاده کنه و یک استقلال کشور دارای استقلال ملی و حاکمیت ملی و یک افغانستان قدرتمند در زمره کشورهای جهانی و زمره کشورهای منطقه میتونه که از فقر و از عقب ماندگی و از بیچارگی به دور باشه و اگر برنامه های داود خان عمر برای داود خان وقت میداد و حوادث برای داود خان وقت میدادن شکی نیست که ما امروز در این حالتی فلاکتباری که هستیم میبینیم که بعد از این دورانی که بعد از داود خان میایه حال داود خان برجسته میسازه مثلا من شخصا دورانی از امروز روزی که ترکی به قدرت میرسه تا روزی که نظام طالبان سقوط میکنه ترکی حفیظ الله امین ببرک کارمل دکتر نجیب صبغت الله مجددی امیر المؤمنین ملا عمر و بالاخره باز استاد ربانی این دوره را من دوره تاریک میگم دوره سیاه و دوره خون میگم وقتی که شما فجایع را حوادث را در این دوره میبینین و در این دوره و مقایسه میکنین با فکر داود خان مقایسه میکنین با وطن دوستی داود خان مقایسه میکنین با انکشاف پذیری داود خان بله. مقایسه میکنین با افکاری را که بالاخره داود خان برای افغانستان در کره خاکی زمین داشت میبینین که هیچ نقطه ای در دوران داود خان پیدا نمیکنین که او را شما منفی بگویم بجز از اینکه یک سری مواردی که شهادت میوانوال رخ میده و یک سری مسائل دیگری که خوب در هر نظام او رخ میده اما بعد از این اگر میبینیم که بعد از اینکه 11 سپتامبر میشه من همین دو جمله دیگه میگم که من گفتم دوره ترکی تا دوره سقوط طالبان و بعد از او باز آمدن روی کار آمدن حکومت انتقالی تا نخستین روزی روی کار آمدن دولت موقت این دوره دوره سیاه و دوره خون است در افغانستان اما بعد از 11 سپتامبر تا امروز باز میبینیم که افغانستانی بعدی بحران دوباره به سوی بحران افغانستانی بعدی بحران دوباره به سوی بحران هنوز ما در بحران هستیم بنان امی جمله را تکمیل میکنم که اگر این دو دوره را باز همی دوره 20 سالی که ما پشت سر گذاشتاندیم و این دوره احزاب چپی و این مجاهدین و این طالب ها و که کشور و قبرستان تبدیل کردن ایره که مقایسه میکنیم بالاخره ما به عنوان یک شهروند عادی میگم ای کاش داود خان حیات می بود که می رفتم دستایش را بوسه می کردم و به عنوان یک شهروند عادی صد آفرین برش می دارم یه سوال لطفا کلن رزوا برای ترک فکر کنید چی یه سم اساس تاسی وای که خودش یه مثبت و در ترقی و در پیشرفت اساس ولی تعقیب می شود سوال داده خب خبر دقیقه ده چه دی شوروی نفوس کله چه داود خان دی پشتونستان و دی خط دیورن پا موضوع که دیر جدی و او دا ورته یو ملی موضوع خصوصا دیورن کرخه نو هغه وخت پاکستان په دې پوه شو
چې داوود خان ورته یو خطر ده. همدغه موضوع چې پاکستان د داوود خان ټول مخالفین ته هلته ومنله، کوربتوبې ورته وکړه، کومکونه ورته ورکړه، اولته یې پناهګاه ورته ورکړه، او بالاخره سرانجام دغه شو چې کله چې ضیاءالحق قدرت ته رسېږي د موږ د جهادي تنظیمونه و تنظیم جوړېږي، او هماغه ډار یا هماغه ویره د پاکستان منجر په دې شو چې پاکستان یو اخوانه او شوروي بل اخوانه، او د ګاونډۍ هیوادونه ټول د افغانستان یو ډلې ته یو ګروپ ته د دوی نفوس په دوی باندې وو، او بالاخره کورنۍ د جګړې او زموږ د سواد تیتوالی، د سواد کچه، د فکر تیتوالی، د سواد تیتوالی، او اقتصادي ضعف، او جګړې، د ټول هماغه مسائل دي، عوامل دي چې تر اوسه هم په دې حالت کې است. خان بارکزای، از شما میخوایم بپرسم، در کنار از اینکه خوب کارهای بسیار خوب صورت گرفت و به عنوان نکات مثبت دوره سردار محمد داوود خان یاد میشه، اما کارهای هم است که به عنوان نقاط ضعف است. مثلا رسانه ها را میتونیم مثال بزنیم در اون دوره، سانسور که صورت میگرفت، محدودیت هایی که بر کاربارشان بود، یعنی بخش هایی هم بود که مورد نظر نبوده در دوره داوود خان. بدون شک، ما در اول صحبت های خود گفتم که نقد و نظر در هر دویش موجود هست. آنچه که بیشتر نظام داوود خان به انتقاد میکشانه، مخصوصا از جانب اونهایی که به تمام مانا مفهوم سیاسیش از نظام جمهوریت حمایت میکردن، همی بحث آزادی رسانه ها، بحث آزادی احزاب سیاسی، بحث چگونگی تقسیم منابع، بحث چگونگی سیاست خارجی داوود خان، این بحث هایی بوده که آنچنان که توقع می رفت از طرف داوود خان درست مدیریت نشد. حتی بعضی ها میگن که دوره اول جمهوریت یا دوره که کودتا صورت گرفتی را به عنوان یک جمهوریت دکتاتوری یاد میکنه، و بعضی ها بازی را به عنوان یک جمهوریت به اصطلاح چی برتان بگم بیشتر مستبدانه مثبت یاد میکنند. یعنی در یک نظامی که باید پایه های یک جمهوریت مالمدار اراده مردم و آزادی های مردم هست. وقتی شما آزادی میگم، بحث آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی جز ازی است. نه تنها در بحث آزادی بیان که جز امون نشری جمهوریت دیگر رسانه ها اجازه فعالیت نمی داشتن، ما فکر میکنم به شکل از اشکال یا رسانه های دولتی، رسانه غیر دولتی نبود، فعالیت های احزاب سیاسی هم با توجه به اعدام هایی که صورت گرفت، با توجه به کسایی را که زندانی کرد، ای هم در یک شکلی از محدودیت قرار گرفت که هم برخلاف امو دایه جمهوریت بود و یکتازی و خودتازی از این نظر به مو ساختار شخصیتی که خودشان داشتن، این هم باعث شد که هدفها و آرمانهای بزرگی از اینا را صدمه برسانه. همچنان مطالعه دقیق مثلا بسیار توقع داشت، رابطه بسیار نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی داشت، اما وقتی که میره و برژنف یک حرکت های بسیار به اصطلاح به تبش بر میخوره و داوود خان رو قبول نمیکنه، باعث از این میشه که فکر کنه که خب این کمک و این توقعی که من از اونا داشتم و همچنان مثلا سیاستی که برای آسیا و جنوب آسیا داشت، این چیزایی بود که در تضاد با سایر افکار قرار میگیره. همچنان دایی آزادی پشتون ها و بلوچ ها هم برای پاکستان مورد قبول نبود. این موارد بوده که خواهی نخواهی در تاریخ افغانستان به عنوان مواردی یاد میشه که بیشتر آسیب رسان به جایگاه اغلی باری زی لطفا یه دقیقه که کوایی چه در سخیسته لیشو چه بیا اغشا نیمگرتی هایی تکرار نشی ده داوود خان ده واکمنه اینه؟ از فکر کنم که یه نظام مونگ منو ده بیلی پا دول که چیه ده جمهوریت منو مغا اساسات سره باید بومن. یو و دویم قدم که چه چه وعده ورکول که یه خلکو ده پاره ده چه لپاره چه باید مبارزه وشی و مغا مبارزه باید با مغا شانت مختلع شی ده زنزانی او ده استبداد او ده فشار و دکتاتوری نه باید داده بشی. دیره منن. بله، تشکر. خانم منصوری، پس دیدگاه شما چی هست؟ در سایی که آموخته شده از دوره سردار محمد داوود خان. من بیشتر به این موافق هستم که جمهوریت مستبدانه مگه بود، یک استبداد حکیمانه بود. وقتی که شما در یک کشور میارین جمهوریت را میارین که از نگاه فکری، از نگاه فرهنگی، از نگاه اقتصادی ملت در یک عقب ماندگی و انحطاط است،
بلن ایجاب میکنه تا زمانی که بستری جمهوریت واقعی آماده میشه همین رهبر، همین رئیس جمهور، همین زعیم باید اون نکات حکیمانه را روی دست بگیره که بسترسازی واقعی بکنه. مواردی که به عنوان نقاط منفی یاد میشه، شاید داوود خان در یک برهه زمانی اگر عمر برش وقت میداد همه بستر هموار میکرد، اول بستر سازی میکرد، بعدی ارزش ها را همه را نهادی نمیکرد. بنان درسی را که ما از داوود خان میگیریم، از جمهوریت داوود خان میگیریم و خصوصا زمامدارانی که بعد میآیند، ای است که حکمت در رهبری و در زعامت فرمول موفقیت است. یک موضوع دیگه است که عشق و علاقه و آیندنیگری، این چیزی است که باید این ویژگی را رهبران سیاسی و رؤسای جمهور و نظام ها داشته باشه. اگه توقعش تا چی دست درسون یا پند وخصل شی لغو نو کدین ورست منګه یو خود د داوود خان غزینی درسونه دي چې مثبت درسونه دي چې باید واخلو. یو خود کله کله روزګار داسې په تاسو باندې تنگ راځي چې د روزګار د تنگوالی نه باید تاسو درس واخلی. الکمان حکیم نه پختنه وشوه چې ادب از کی آموختی و از بی ادبان آموختی کنه. اوس دغه شل کاله کیږي چې د نظام بیرته د نظام خاوندان یست او نظام لرو، او هغه دوره چې ما تاسو ته یاد کړه چې د وینه او د تاریکۍ دوره وه، دوی نه باید موږ درس واخلو. خو هیله مو دغه ده چې دغه سلور دغه چې کوم چې سلور واقعه یا حادثه په نړۍ کې راغلی دی، دا د دې کرونا شو، د نور اقتصادي د قرن د آسیا د اقتصادي لحاظ نه دا د ټول د دې سبب وګرځي چې موږ پرمختګ وکړو او خوشبختۍ په لور روان. تشکر از شما و تشکر خانم بارکزایی که در این بحث با ما بودین. ممنون شما.